معنای دوقلوها کاملا یکسان نیست. به همین دلیل آنها از نظر ظاهری و رفتاری از هم متفاوتند. یک گروه تحقیق استرالیایی بیش از 200 دوقلو را در این زمینه تحت نظر قرار داد. فراژنتیک مطالعه سلسله اصلاحاتی است که رفتار ژن‌های ما را تنظیم می‌کند. فراژنتیک به ژن می‌گوید روشن یا خاموش باش و اساساً فعالیت همه ژن‌ها را کنترل می‌کند. فراژنتیک توضیح می‌دهد که چرا یکی از دوقلوها با کد ژنتیکی یکسان می‌تواند مشکل آسم داشته باشد در حالی که دیگری در سلامت کامل است. ما نشانه‌های فراژنتیک دوقلوها را بین دوقلوهای همسان موقع تولدشان اندازه‌گیری کردیم و همچنین میزان فعالیت ژن‌ها را که در نشانگرهای فراژنتیک حاکم هستند ارزیابی کردیم و فهمیدیم که ژن آنها در زمان تولد می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. بسیاری از دوقلوهایی که همسان خوانده می‌شوند در واقع همسان نیستند. برای اولین بار ما توانستیم نشان دهیم که تغییر در مشخصات فراژنتیک باعث تغییر رفتار ژن می شود و ما می دانیم که این تغییر امراض انسان را پیریزی می کند. بنابراین به طور بالقوه بسیار مهم است. توسط نشانگرهای فراژنتیک، عوامل محیطی مانند رژیم غذایی و تغذیه پیش از تولد مهر خود را بر روی ژن‌ها که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند بر جای می گذارند. بنابراین بعضی ها رژیمی با نام رژیم فراژنتیک توصیه می کنند که شامل بروکلی و توفو است.